به نام خدا عرض سلام خدمت همراهان گرامی با تحلیل اتریوم به دلار در تایم روزانه در خدمتون هستم در تحلیل قبلی انتظار می رفت که طبق یکی از سناریوها الگوی ترکیبی دوگانه در چارت شکل بگیره مطابق مسیری که مشخص شده و همونطور که انتظار داشتیم روند اصلاحی نتونسته از سطح 78 درصد گذر کنه و با واکنش در این سطح مواجه شده در حال حاضر انتظار داریم چند سناریو در چارت شکل بگیره در سناریو اول روند سه موجی که ABC در این محدوده هست موج اول باشه و بعد از اون این کارکشنی که در حال حاضر در حال پیشروی هست میتونه موج دوم از الگو باشه که بعد از اتمام کارکشن فعلی میتونه یک روند صعودی و یک موج ایمپالس در چارت شکل بگیره که میتونه تا تارگت هایی که مشخص کردیم ادامه روند سعودی رو در چارت داشته باشه خب با توجه به حرکت چارت در این محدوده و سطح حمایتی که اینجا مشخص کردیم انتظار میره که الگوی اصلاحی و این کارکشن نتونه از این محدوده گذر کنه در صورتی که قیمت تحت هر شرایطی از این محدوده گذر کنه این روند سعودی بعدی میتونه دچار یه سری تغییرات بشه و یا اینکه کلا روند سعودی بعدی اون فید بشه سناریو بعدی این هست که الگوی مسلسی که اینجا مشخص کرده بودیم همچنان پا برجا باشه و بعد از اتمام الگوی موجدی که به این صورت تونسته در چارت به حرکت خودش ادامه بده با اتمام موجه ای موج دی شروع موج ای رو در چارت داشته باشیم که در این صورت الگوی مثلث ان به ساتی میتونه در چارت شکل بگیره که حداقل تارگت اون میتونه سطح 161.8 درصد موج ای باشه که میتونه این محدوده رو در چارت به عنوان تارگت موجه ای برای الگوی به ساتی در نظر گرفت که در این صورت هم انتظار داریم که قیمت توانایی گذر از این محدوده حمایتی رو نداشته باشه و قبل از شکست این محدوده شروع روند سعودی رو داشته باشیم که در هر دو سناریو روند سعودی انتظار میره که قیمت در وهله اول بتونه بالای این محدوده مقاومتی که محدوده سقف موج هست نفوذ و تثبیت داشته باشه تا اینکه ادامه روند صعودی رو در چارت داشته باشیم و در صورتی که قیمت از این محدوده هم گذر کنه ادامه روند نزولی میتونه سناری محتمل باشه برای روند نزولی هم با توجه به اینکه قبل این الگو یک موج نزولی در چارت داشتیم این موج نزولی تند و تیز میتونه الگوی مثلثی در چارت شکل بگیره که به این صورت میتونیم الگو رو مشخص کنیم که با رنگ قرمز مشخص میکنم بعد از اتمام این الگو نیاز هست که قیمت با سرعت از این محدوده حمایتی و این محدوده هم با رنگ قرمز مشخص کنم انتظار میره که قیمت بتونه با قدرت از این محدوده حمایتی قرمز رنگ گذر کنه تا اینکه تاییدیه روند نزولی در چارت شکل بگیره که میتونه الگوی مثلث رو اتمام شده در نظر گرفت و ادامه روند نزولی در چارت میتونه سناریوی محتمل باشه که در این صورت هم محدوده کف موج قبلی یکی از تارگت هایی هست که میتونه به عنوان تارگت روند نزولی در چارت مورد بررسی قرار بگیره امیدوارم این ویدیو تحلیل براتون مفید بوده باشه تا تحلیل های بعدی خدا نگهدار